الان هممون یه جا مستقر هستیم. کاری که باید امروز انجام بدیم اینه که شما در این وضعیت مستقر بمونید، هر چند اندک. بحث بی زمان زیستن رو نمیشه با این جمله تعریف کرد که خب به گذشته فکر نکن، به آینده فکر نکن دیگه، این میشه در اکنون زیستن. کافی نیست، این خیلی خیلی ناقصه، خیلی توضیح لازم داره و تازه توضیحشم منجر به تجربه بی زمانی نمیشه. مگه این که شما عملا بیان اینجا مستقر بشین که الان هستین؟ بی زمان زیستن با بخش بی زمان وجود مقدور است. پیام اصلی من اینه، جمع‌بندی این بحث اینه، شما نمیتونین با بدن فیزیکیتون وارد بی زمانی و لامکانی بشین، نمیشه. شما با بخش بی شکل وجودتون، بی شکل است، لاجرم بی زمان است، میتونین بی زمانی رو زیست کنین. با حرف زدن راجع به بی زمانی و تعریف ذهنی ارائه کردن راجع به بی زمانی، بی زمانی درک نمیشه، بی زمانی تجربه نمیشه. میشه بی زمانی رو تعریف کرد، ولی اون تعریفه به درد کسی نمیخوره، به درد نمیخوره، کاربردی نیست، نتیجه بخش نیست. در اون سطح درونی شما فارغ از هویت کنونیتون بودن رو تجربه میکنید. تجربه‌ای که ما الان داریم یک بخشی از درون ما هست که اون بخش وابسته به هویت بیرونی ما یا بدن ما یا زمان یا مکان یا دیگران نیست، شکل نداره، بی شکل است، لاجرم بی زمان است. یادتونه جلسه پیش راجع به گسست ذهنی یا بی ذهنی با هم صحبت کردیم؟ شکاف های ذهنی در ابتدا فقط لحظاتی هستن، بعد دوباره افکار و گفتگوها و مسائل زندگی بیرونی میاد ما رو میبره، اصلا یادمون میره، ولی اون لحظات کم 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 گسترش پیدا میکنن. خیلی ممنون، مرسی. احساس کمی سکوت و آرامش کردیم، بسیار عالیه، بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی ممنونم. اون قسمتی که قرار شد ما بیرون از بدن رو احساس کنیم که دیگه خیلی لطیفه، تونست شد؟ تونستین این کار رو انجام بدین؟ تونستین حوزه انرژی درون و بیرون رو یک پارچه، یه تیکه احساس کنین؟ بله، بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی ممنون. آغاز کنیم. این جلسه آخر این ترمه و ما یک بحث داریم که باقی مونده و اون فهم بی زمانی است، درک بی زمانی است. توضیحاتشو من میدم ولی توضیحات خیلی مهم نیستن، کاری که اینجا انجام میدیم خیلی مهمه، کاری که انجام میدیم، کار عملی که انجام میدیم مهمه. دو سه تا از این اسلایدها رو من براتون میخونم، با هم راجبش صحبت میکنیم، بعد تمرینش رو انجام میدیم. خب ما جلسه پیش تا اینجا اومدیم جلو و اما بحث درک بی زمانی، معمولا لحظه حاضر را به شکل فکر نکردن به آینده و گذشته توضیح میدهند، ولی موضوع بسیار ژرف‌تر از این است. تجربه و درک لحظه حاضر و تجربه بیزمانی نیازمند رفتن به فراسوی شکل یا جهان مادی یا به عبارت دیگر رفتن به فراسوی فضا زمان است. البته در حین اینکه بدن شما در حوزه شکل یا جهان مادی
قرار دارد. من اینو یه توضیحی بدم. ببینین این مطلب که هر وقت از لحظه حاضر صحبت میشه، از لحظه اکنون و در اکنون زیستن و بی زمان زیستن صحبت میشه، همه میگن خب در لحظه حاضر بودن یعنی اینکه تو به گذشته و آینده فکر نکنی. این غلط نیست، درسته، ولی این کامل نیست. فقط این نیست، چون این کمکی نمیکنه که من بتونم بی زمانی رو حس کنم. این که میگن خب به گذشته فکر نکن، به آینده فکر نکن دیگه، فقط متوجه الان باش دیگه، این میشه بی زمان زیستن دیگه. این خیلی مختصره و این جمله منو به تجربه بی زمان زیستن نمیرسونه. ما الان در واقع میخوایم یه تمرین ساده با هم انجام بدیم که قبلا با هم انجام دادیم، شما اونو بلدین، بلدین. میخوایم ذهنمون رو مشاهده کنیم. بعد از اینکه شاهد ذهنمون شدیم برای دقایقی، اول شاهد ذهن بمونیم، به ذهن آگاه باشیم، احساس کنیم که شاهد ذهن هستیم، یعنی این جدا شدنه اتفاق بیفته. چون شما تا وقتی که به شکل یک آگاهی ای که ناظر بر ذهن است از ذهن جدا نشده باشین، فاصله نگرفته باشین، شما ذهن هستین. یادتون هست با هم راجع به این موضوع دو سه جلسه پیش صحبت کردیم که هرگاه شما شاهد ذهن خود میشین، همون لحظه بیدرنگ سطح بالاتری از آگاهی تجربه میشه. همون آن در جا، به محض اینکه شما شاهد ذهنتون میشین، ذهن رو نگاه میکنین، به افکارتون، به ذهنتون آگاه میشین، شما دیگه یه ذهن شلوغ نیستین، شما آگاهی ای هستین که به افکار و گفتگوهای ذهنیتون آگاه هستین. واضح هست؟ الان میخوایم این کار رو با هم انجام بدیم، بعد من میگم چی کار کنین، بعد من میگم، با هم ادامه میدیم. لطفاً راحت بشینین، یعنی یه جوری بشینین که بدن سفت نباشه، بدن ریلکس باشه، دستا، پاها راحت باشه، بدن راحت بذارید و لطفاً چشم ها رو ببندین. بدن سفت نباشه، دستاتون رو همینطور که روی پاها هستند شله شله شل کنید، دستا رها، پاهاتون رو رها کنید و اون سه نقطه ای که خیلی دیر رها میشن رو چک کنید که شل 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 باشن، یعنی عضلات پشت گردن راحت باشه، سفت نباشه، فک پایین رها باشه، سفت نباشه و چشم ها به همراه پلک ها، چشم ها سفت نباشن، رها کنید، کل بدن رو رها کنید. و حالا سر حوصله و بدون عجله، به آهستگی ذهنتون رو مشاهده کنید، یعنی به ذهنتون آگاه باشید. اگر توی ذهنتون تصاویری هست، فضاهایی هست، بهشون آگاه باشین، اونا رو ببینین. اگه گفتگوهایی در ذهنتون هست گوش کنین، بشنوین. و حتی اگه هیچی تو ذهنتون نیست و ذهن خالی و خاموشه، به خالی بودن ذهن آگاه باشید. میخواییم برای لحظاتی ادامه بدیم و همچنان شاهد ذهن خودمون باشیم. سر حوصله و بدون عجله.
لطفاً ادامه بدید، لطفاً به مشاهده ذهن ادامه بدید. من یادآوری میکنم که در حین مشاهده ذهن، وضعیت ذهن هیچ اهمیتی نداره. یادآوری میکنم که اگر ذهن شلوغ باشه یا خلوت باشه یا برآشفته باشه یا کلن خاموش باشه هیچ اهمیتی نداره، هیچ اهمیتی نداره. آنچه که اهمیت داره شاهد بودن شماست، آنچه که اهمیت داره خود مشاهده است، آگاه بودن از ذهن. چه ذهن شلوغ باشه چه خلوت باشه، ممکنه یک مشاهده ذهن عالی داشته باشین ولی ذهنتون اصلا آرام نباشه، اشکالی هم نداره. پس ما هیچ تلاشی نمی کنیم ذهن رو آروم کنیم، ساکت کنیم یا خاموش کنیم. حتی اگر ذهن شلوغ باشه، ما فقط میخوایم به ذهن آگاه باشیم، شاهد ذهن باشیم. همین. لطفاً ادامه بدید. و در ادامه میخوایم کمی دقیق تر ذهن رو مشاهده کنیم، انگار میخوایم ذهن رو بذاریم زیر ذره بین. با دقت بیشتر میخوایم به ذهن آگاه باشیم، انگار میخوایم دقیق تر گوش کنیم به گفتگوهای ذهنی. میخوایم دقیق تر و عمیق تر ذهن رو مشاهده کنیم بدون فشار. این کار لطیفه، مواظب باشین بدن سفت نشه، به خصوص عضلات پشت گردن، فک و چشم ها. این کار لطیفه. و کم کم میخوایم ذهن رو رها کنیم و یک سطح ژرف‌تر از ذهن، یک سطح عمیق‌تر از ذهن رو در درونمون حس کنیم که به شکل یک خالیا حس میشه، به شکل سکون و سکوت در درون احساس میشه. میخوایم کم کم همینطور که شاهد ذهن هستیم توجهمون رو به جای اینکه فقط به گفتگوهای ذهنی معطوف کنیم، بخشی از توجهمون رو به سکون و سکوتی که
ژرف‌تر از ذهن در درون ما جاری است معطوف کنیم. یعنی همزمان که به ذهن آگاه هستیم، بخشی از آگاهیتون سکون و سکوت درون رو احساس کنه. عجله نکنین، بدون عجله سر حوصله بذارین اون بخش ساکن و ساکت درون رو که ژرف‌تر از ذهن هست پیداش کنیم، حسش کنیم. لطفاً ادامه بدید، ادامه بدید و به نرمی و به سادگی ذهن رو کلاً رها می کنیم و تمام توجه رو، تمام توجهمون، تمام آگاهیمون رو معطوف می کنیم به سکون و سکوت درون. چه ذهنمون خلوت باشه، چه ذهنمون شلوغ باشه، اصلا هیچ اهمیتی نداره که ذهن در چه وضعیتی است. چه ذهن براشفته باشه، چه کلن خاموش باشه، اهمیتی نداره و تفاوتی نمی کنه. ذهن در هر وضعیتی که هست میخواییم رهاش کنیم، میخواییم کاملا ولش کنیم، رهاش کنیم و تمام توجه رو معطوف کنیم به سکون و سکوتی که ژرف‌تر از ذهن در درون ما جاری است. می‌خوایم این سکون و سکوت رو، این خالیای درون رو، هیچستان درون رو احساس کنیم و در خالیای درون خود آرام بگیریم. لطفاً ادامه بدید و همینطور که در خالیای درون مستقر هستین، آگاه باشید که در فضای خالی درون شما هیچ چیز نیست، هیچ چی نیست، ولی شما هستید و به این خالیا
آگاه هستید. در خالیای درون هیچ چیز نیست، ولی شما هستید و به خود آگاه هستید. میخواییم به اندازه کافی اینجا بمونیم، هیچ عجله‌ای نداریم که زودتر از این حالت بیاییم بیرون. به اندازه کافی اینجا موندن یعنی اونقدر اینجا بمونیم که شتاب زدگی و آشفتگی و کلافگی برای بیرون اومدن، برای اینکه زودتر چشامونو باز کنیم نداشته باشیم. به اندازه کافی یعنی در حدی که بتونیم واقعا آرام بگیریم، در درون خود آرام بگیریم، بدن رو رها کنید، کل بدن رو رها کنید، ذهن رو مشاهده کنید و ذهن رو هم رها کنید، افکار و احساسات رو رها کنید، همه چیز رو رها کنید، رها از همه چیز، در خود آرام بگیرید، رها کنید، رها کنید، رها. و به نرمی و به آهستگی میخوایم چشامونو باز کنیم بدون عجله، ولی در همین حالت بمونیم، یعنی مراقبه تموم نشده، یعنی پس از اینکه چشماتون رو به نرمی و به آهستگی باز کردیم، همچنان سکون و سکوت درون رو حس کنید. حتی پس از اینکه چشم ها رو باز کردیم، درسته که چشم ها رو باز کردیم، متوجه محیط بیرونمون هستیم، تو کلاس نشستیم، ولی همزمان سکون و سکوت درون رو احساس میکنیم، بهش آگاه هستیم. انگار آگاهیمون در دو سطح، در دو حیطه همزمان بیداره، انگار آگاهیمون در دو سطح همزمان عمل میکنه. از طرفی چشامون بازه، راحت هم نشستیم، لزومی نداره یه جور خاصی بشینین یا تکون نخورین، نه، راحت نشستیم، چشامون هم بازه، کسی سوالی نپرسه، کسی چیزی نگه، مراقبه تموم نشده. ما میخوایم به این تجربه برسیم که الان با چش باز، بیدار، سر کلاس، آگاه به کلاس، همزمان بتونیم سکون و سکوتی که در پس ذهنمون هست، ژرف‌تر از ذهنمون هست رو آگاهانه احساس کنیم. الان، اکنون. میخواییم بتونیم به اندازه کافی در خالیای درون مستقر بمونیم. با چشم باز راحت هم نشستیم. اکنون ما داریم تمرین میکنیم که
که بتونیم در خود مستقر بمونیم و ضمناً چشامون باز باشه، حواسمون به بیرونم باشه. ما میخواییم بتونیم در حین زندگی روزمره با چشم باز، در حین معاشرت با دیگران، خرید کردن، غذا خوردن، دوش گرفتن، رانندگی کردن، در لحظات زندگی تا جایی که میتونیم، هر چقدر که میشه، به طور همزمان در یک سطح ژرف درونی آگاهیمون رو بیدار نگه داریم. آیا وقتی شما، من میخوام بحث رو ادامه بدم، برم سراغ اسلایدا و میخوام خواهش کنم که برای ادامه کلاس امروز کلن تا پایان تایم ما همینجا بمونیم، هر چقدر که شد، بدون فشار. اگه لحظاتی هم نشد هیچ اشکالی نداره، واقعا اشکال نداره، در حدی که میشه، تا اونجا که یادمون هست. یه لحظاتی ممکنه پیش بیاد که یهو متوجه بشیم که اصلا یادمون رفته که در خود مستقر بمونیم. باشه، طبیعیه، اشکال نداره. به محض اینکه متوجه این موضوع شدیم دوباره احساسش کنیم، چون شما اونجا رو بلدین، دوباره حس کنید. من میخوام بحث رو ادامه بدم. اگرم کسی سوالی داشت، در خود مستقر باشید و بپرسید. اگه کسی دیگه ای سوالی کرد، در خود مستقر باشید و گوش کنید و تو بحث شرکت کنید. آیا در این لحظات که شما در پس ذهنتون مستقر هستین، یا به بخش بیشکل درونتون، به اون بخش خالی درونتون آگاه هستید؟ اکنون رو عرض میکنم، منم الان همونجا مستقر هستم. الان هممون یه جا مستقر هستیم. آیا وقتی که تو این وضعیت هستین، حواستون همش دنبال اینه که چی دارین، یا مدل ماشینتون چیه، یا دستاوردهای اجتماعیتون چیه، یا مدرک تحصیلیتون چیه؟ بله؟ نه. آیا در این لحظات ما اصلا متوجه هویت اجتماعی یا هویت مجازیمون هستیم که بخوایم اینو نگه داریم، همش حواسمون باشه که ما کی هستیم، در چه موقعیتی هستیم، خونمون کجاست، چقدر درآمد داریم، چه تحصیلاتی داریم، از این جور چیزا؟ اصلا هم چیزی هست؟ اصلا نیست. آیا وقتی که در خالیای درون مستقر هستین، عمیقاً در خود مستقر هستید، متوجه زمان هستین؟ ساعت چند؟ دیر شد، زود شد؟ ساعت نگاه کنید، چند دقیقه گذشت، چند دقیقه نگذشته؟ اصلا زمان هست؟ ما یه جای دیگه ایم، انگار توی فضای انگار ذهنمون کش اومده. تجربه کردین اینو؟ انگار توی حالتی هستیم. آیا وقتی چشامونو بستیم نشستیم، شاهد ذهنمون هستیم، برای دقایقی نشستیم، چشامونو بستیم، بدن رو رها کردیم، شاهد ذهنیم و از ذهن داریم عبور میکنیم، و یا از ذهن عبور کردیم، در خالیای درون آرام گرفتیم، آیا در این لحظات حواسمون هست که الان رو کدوم صندلی نشستیم، فاصلمون تا اینجا چقدره، فاصله دیوارا چقدره، حواسمون به مکان یا اتاقی که توش هستیمه؟ نه، اصلا مکانی در کار نیست. حواس ما اصلا متوجه مکان بیرون از خودمون، نشستیم، چشامون رو بستیم، داریم مراقبه میکنیم. ما اصلا توجهمون معطوف به موضوع مکان نیست، به موضوع زمان نیست، به دیگران معطوف نیست، به داشته هامون معطوف نیست، به هویتمون معطوف نیست. لطفاً همونجا بمونین. حواستون باشه که کار اصلی امروز این بخش عملیه، نه این حرفاست، نه اون اسلاید است.
مهمترین کار امروز اینه که شما الان در چه وضعیتی از آگاهی هستین. کار اصلی امروز اینه. کاری که باید امروز انجام بدیم اینه که شما در این وضعیت مستقر بمونید، هر چند اندک باشه، یه ریزه با یه کوچولو باشه کافیه، همون بسه، فعلا بسه. بنابراین بحث بی زمان زیستن رو نمیشه با این جمله تعریف کرد که خب به گذشته فکر نکن، به آینده فکر نکن دیگه، این میشه در اکنون زیستن. این غلط نیستا، ولی این کافی نیست، این خیلی خیلی ناقصه، خیلی توضیح لازم داره، و تازه توضیحش هم منجر به تجربه بی زمانی نمیشه. مگه این که شما عملا بیان اینجا مستقر بشین که الان هستین. بی زمان زیستن با بخش بی زمان وجود مقدور است. پیام اصلی من اینه، جمع‌بندی این بحث اینه، شما نمیتونین با بدن فیزیکیتون وارد بی زمانی و لامکانی بشین. نمیشه. شما با بخش بیشکل وجودتون، بیشکل است، لاجرم بیزمان است، میتونین بیزمانی رو زیست کنین. با حرف زدن راجب بیزمانی و تعریف ذهنی ارائه کردن راجب بیزمانی، بیزمانی درک نمیشه، بیزمانی تجربه نمیشه. میشه بیزمانی رو تعریف کرد، ولی اون تعریفه به درد کسی نمیخوره، به درد نمیخوره، کاربردی نیست، نتیجه بخش نیست. همه مستقر هستین در خالی های درون؟ یعنی آیا میتونین اکنون هر چند اندک سکون و سکوتی که در پس ذهنتون نهفته رو احساس کنید؟ میشه الان یا نمیشه؟ همونجا بمونین، منم همونجا هستم، همونجا بمونید لطفاً. کار اصلی که امروز باید انجام بدیم اینه که شما بتونین اونجا بمونین به اندازه کافی. اینا رو دارم آگاهانه تکرار میکنم. یعنی چقدر؟ یعنی اونقدر که من یاد بگیرم که آروم بگیرم، کلافه نباشم، بیقرار نباشم، هی نخوام چشم از این حالت بیام بیرون. عجله ای نیست، من یاد بگیرم در خود مستقر بمونم و احساس آرامش کنم. یعنی این به اندازه کافی. یعنی ما آشنا بشیم با یک سطح ژرف‌تر از وجود خودمون، آشنا بشیم با بخش بیشکل درون خودمون، آشنا بشیم، چون آشنا نیستیم، گمش کردیم، چون از کودکی، والدین و بعد اجتماع چیزهایی به ما آموخته که تمام آگاهی و توجه ما رو معطوف کرده به بخش فیزیکی، به بدن و جهان بیرون. بخش درونی کلن مورد غفلت قرار گرفته، تقریبا از کودکی تا کنون همیشه. الان میخوایم اینو بازیابی کنیم، پیداش کنیم دوباره، میخوایم باش آشنا بشیم، میخوایم بتونیم همین الان هر چند اندک مهمه ها، چون نباید انتظار عجیب داشته باشین. حتی اگه یه ریزه شما میتونین همین الان که چشتون بازه سر کلاس نشستین، آگاه باشین به سکون و سکوتی که در پس ذهنتون هست. یه ریزه، یعنی شما به اون بخش آگاهین، یعنی در اتصال با ذات هستین، کفایت میکنه. با تمرین و تکرار این رشد میکنه. یادتونه جلسه پیش راجع به گسست ذهنی یا بی ذهنی با هم صحبت کردیم؟ شکاف‌های ذهنی در ابتدا فقط لحظاتی هستن، بعد دوباره افکار و گفتگوها و مسائل زندگی بیرونی میاد ما رو میبره، اصلا یادمون میره، ولی اون لحظات کم 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 گسترش پیدا میکنن. به جایی میرسه که
برعکس میشه. یعنی به جای اینکه شما همیشه از بخش درونی غافل باشین و هر از چند گاهی برای لحظاتی بخش بیشکلتون رو حس کنید، کم کم انقدر اون بخش بیشتر رو حس میشه و انقدر این گسترش پیدا میکنه تا بیشتر لحظات زندگیتون رو آگاه به بخش بیشکل درون سپری میکنید و کمتر اوقات آگاهیتون از دست میره و این به مرزی میرسه که شما در اون وضعیت تثبیت میشین. همیشه یک آگاهی در درون شما به خود آگاه هست. به این میگن بیداری درونی. با یه نوار مغزی معلوم میشه. کسی که به اشراق رسیده، قدیما توضیحات عجیب داشت، الان نه. الان یه نوار مغزی، یه نوار قلبی، یه نوار میزان تغییرات ریتم قلب نشون میده که شما به این وضعیت رسیدین یا نه. الان دیگه علمی پیچیده نیست دیگه. الان دیگه جنبه عرفانی، اعتقادی از این حرفا، دستگاه تجهیزات و نشون میده که شما تو اون وضعیت هستین یا نیستین. و همین سادگی. سوال دارین؟ بفرمایید. بفرمایید. گفتنش بد نباشه. من انگار که از یک جایی باید خیلی برام آزاردهنده بود، ولی حالا دیگه اینجوری نیست. انگار از یک جایی همیشه دارم کل کره زمین، کل شهر رو، کل کشور رو، کل آدم رو، کل خونه، کل این بازی رو این یه فیلمی که در جریانه دارم میبینم. آها. و جالبه خودم هم تو دارم میبینم که دارم نقشی رو بازی میکنم. آه. و بعد احساس میکنم از یک جایی دارم یک فیلم رو تماشا میکنم و یک فیلم داره زمان میگذره و یک فیلم تموم میشه و من منتظرم که فیلم بعدی رو ببینم، ولی این جایی که من دارم نگاه میکنم میگم همیشه دارم این تماشا میکنم و فیلم بعدی قراره بیاد، فیلم بعدی قراره بیاد، فیلم بعدی قراره بیاد. و این که خودم رو هم از یک جای دیگه هست، هم اون توه، یعنی من هم بیننده این فیلم هم، هم بازیگر اون فیلم اون تو هستم. یه جا زمان نیست، ولی اونجا تو فیلم داره زمان میگذره و زمان قراره که توی اون فیلم به پایان فیلم. و این چیزی که همه شما گفتی، من فکر کنم که شاید مثلا این حس من هم یه جوری اینجوری از دو زاویه دیدن اون نقشه که داریم انجام میدیم توی این زندگی نمیدونم یه همچین تجربه‌ای دارم. مرتب اوایل خیلی آزاردهنده بود، ولی الان اصلا اینجوری نیست. من خیلی یواش یواش احساس میکنم که این دیگه اصلا جزئی از من شده و من باهاش احساس خوبی دارم. بسیار عالیه، بسیار عالیه. ببینین، همینقدر که آگاهی شما معطوف به سطح گسترده تری از وجود یا سطح لطیف تر و ژرف تری از وجود باشه غیر از بدن فیزیکی، نشانه گسترش آگاهی است. نشانه گسترش آگاهی است. این گزارش شما معنیش اینه. حالا این میتونه به شکل‌های مختلف تجربه بشه و خودش دارای مراتبه، هم شکل بیرونیش که بیپایانه، کرانه نداره، هم شکل درونی این تجربه، چون شما به هر سطحی از آگاهی که برسید همیشه سطوح ژرف‌تر و لطیف‌تری برای ادراک، برای اکتشاف وجود داره. همیشه این بیپایانه. یکی از شگفتی‌های زندگی به شکل انسانی همینه. خیلی ممنونم از گزارشتون. خب همونجا هستین یا نه؟ برای کیا خوشاینده توی این آرامش بودن؟ خب نصف بیشتر کلاس. برای کیا سخته؟ نمیشه. برای شما بله، شما، شما بله، دیگه شما بله. مشکل خواب دارم. الان گفتم بیام جلو، بعد که
چشم تو چشم باشه خوابتون نبره. ولی اصلا فقط شما هر روزه بلند میشن دوباره نگاه دوباره میرم. اشکال نداره. اما اشکال نداره دیگه، مشکل نداره. فقط من میگم اگه بخوام برم تو این قضیه نصف بقیه عمرم تو خواب باشه. بله. ببینین. بذارین یه نکته رو بهتون بگم. من قبلا به این موضوع اشاره کردم که اول بگین کجا این؟ الان ریلکسین؟ مستقر هستین؟ آروم گرفتین؟ یعنی به اندازه کافی اونجا موندین؟ این خیلی خوبه ها. این تمرین فوق‌العاده است. همونجا بمونین لطفاً. لطفاً همونجا بمونید. همونجا بمونید. آگاهانه همونجا بمونید لطفاً. ببینین. راجب خواب قبلا با هم صحبت کردیم. اشکالی نداره. بدن خستگی داره. ممکنه شما بگین نه من دیشب خوب خوابیدم. اصلا بحث دیشب نیست که. خستگی های 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، خستگی هایی که از دوران کودکی فشارهای عاطفی وارد شده، هیچ سوپاپ اطمینانی که این فشارها تخلیه بشه وجود نداشته. همین فشار روی فشار، فشار روی فشار، فشار روی انباشته شده در تعاملات اجتماعی، فشار، 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 مسائل خانوادگی، مالی، مسائل گوناگونی که باهاش درگیر هستیم. انتظار نداشته باشین که یک هفته ای یا یک ماهه یا 3 ماهه فشارهای 10 سال، 20 سال، 30 سال که نه کمتر، ولی اینو تخلیه کنیم. این انتظار، این واقعا انتظار زیادیه. ولی بدونین که وقتی که شما ریلکس میشین، به محض اینکه شاهد ذهنتون میشین، به محض اینکه شاهد ذهن میشین، وضعیت ذهن تغییر میکنه. به محض اینکه شاهد یک خاطره ای از گذشته میشین، اون خاطره دیگه اون خاطره قبلی نیست. به محض اینکه این تجربیات پیش میاد، مدارات مغزی تغییر وضعیت میدن، سیناپتیک کانکشنز یا اتصالات سیناپتیک مغز تغییر وضعیت میدن، میزان کوهیرنس یا هماهنگی بین دو نیم کره راست و چپ تغییر میکنه، سیگنال های مغزیتون تغییر میکنه با هر بار تو این حالت نشستن. و وقتی امواج مغزی سیگنال هاتون از بتا های بتا میاد پایین، به خصوص وقتی میاد کف بتا یا میره تو آلفا، بدن در ریکاوری مود قرار میگیره، آن استرسینگ اتفاق میفته، تخلیه فشار، و بدن به خواب میره. کسایی که شروع به مراقبه میکنن بعضی وقتا 2 ماه 3 ماه 6 ماه اول میگه بابا اصلا زندگی نمیتونم بکنم، من همش خوابم، همش خوابم. من این تجربه رو داشتم، الان نه، خیلی سال پیش، یه مقطعی میگن به خواب افتاده و این اتفاق خوبیه. این خوابا کوتاهن، چند دقیقه است، یه چند دقیقه آدم انگار منگ میره و بر میگرده، 2-3 دقیقه است، ولی هی شارژ میشه، هی شارژ میشه. این باتری ها رو دیدین، باتری موبایل میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، بعد به برق میزنی شارژ میشه میره بالا. تو اون وضعیت ها بعد از 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال دشارژ، دشارژ، انسان مثل باتریه، این باتری میاد پایین، مرگ اتفاق میفته، همجور میاد پایین، میاد پایین، بالا نمیره. ولی به این شکل شما باتری رو میزنین به شارژ، فرصتی میدین که این شارژ شارژ بشه. تو در طول زندگی روزمره آدم های عادی داره دشارژ میشه دیگه، 30 سالشه 30 سال داره دشارژ میشه، 40 سالشه 40 سال داره دشارژ میشه، 70 سالشه 70 سال داره دشارژ میشه. این وضعیت ها وضعیت هایی که شما شارژ میکنین. اگر به خواب رفتین، خواب خوبیه، اشکالی هم نداره، اشکال نداره. سوال دارین؟ قبل از اینکه سوالتون رو بپرسین، میخوام خواهش کنم که در خود مستقر باشید و بپرسید. من هم خالی از همه چیز به گوش جان میشنوم. طبیعیه. خیلی خوبه، خیلی اتفاق خوبیه. بابا الان
یه چیز حدود نیمی از جمعیت جهان خواب داروی آرام بخش و داروی خواب مصرف میکنن میخوابن. میدونین چقدر آدم هستن که هر شب میخوان بخوابن کشتی میگیرن با خودشون، دو ساعت طول میکشه، آخر باید یه خواب آور یا یه آرام بخش بخورن یا یه کاری، انقدر با خودش کشتی میگیره تا خوابش ببره. این که شما میگین که من الان این مدت خب خواب دارم، خوابم خاصه، خوابم خیلی عمیقه، این خیلی اتفاق خوبیه. همون شارژ شدنی که خدمت شما عرض کردم داره شارژ میشه. انتظار نداشته باشین که یه هفته ای، یه ماهه، دو ماهه اون حجم فشاری که از کودکی به ما وارد شده، چون تو بدن هست. ما حافظه دی ان ای داریم، حافظه سلولی داریم، ماسل مموری داریم، حافظه عضله، حافظه ارگان داریم، هر ارگان حافظه داره، قلب، کبد، کلیه، ریه، هر حافظه دارن هر کدوم، و حافظه مغزی داریم و حافظه اوورال کل بدن رو داریم، حافظه ذهنی داریم، حافظه عاطفی داریم، حافظه معنوی داریم، حافظه اسیری داریم، حافظه هر کدوم از کالبوت‌ها حافظه دارن. فشارها تو همه اینها ذخیره شده است. این چیزی نیست که یه هفته ای تخلیه شه. گزارشتون گزارش بسیار خوبیه، هم قسمت اولش هم قسمت دومش. خیلی ممنونم. بفرمه. کمی بلندتر لطف میفرمه. این که تجربه خودم از این مستقر بودن در اخالی ها و این که کاربرد روزمره برای من چی بود؟ حتما بفرمه. من همین الان که شما فرمود اینجا هستم، نه که بخواهم زور باشه، به نظر میاد یه جای خیلی خوشایندی هست که بودن در اونجا جایی میتونه حال هم خیلی بکن کنه. صحبت های دوستان و شما که صحبت میکنید من خیلی بهتر میفهمم. آها. توجه شدم که وقتی اونجا نیستم همیشه همین صحبت های دوستان یا شما رو من نمیفهمم، به این دلیل یه بخشی از ذهن من دائم داره تجزیه و تحلیل میکنه بسته به اطلاعاتی که خودش داره، ولی خوب و بد و زشت و زیبا میکنه و باعث میشه که مطلب دقیقا متوجه نشه. آها. و خستگی داره. بله. و الان که من اونجا هستم صحبت های دوستان رو گوش کردم یا صحبت های شما رو تقریبا یا هفته گذشته کنم در خودت کنم، خستگی خیلی کمتر بود و درک بهتر. کاملا درسته. بله، تمرکزمون بیشتره، آرامشمون بیشتره، پرت انرژی کمتره، احساس خستگی کمتره، خوابمون بهتره، خیلی چیزا تغییر میکنه. کاملا درست میگی. خیلی ممنون از گزارشتون. خب یه چند تا اسلاید رو با هم ببینیم. همونجا بمونین لطفاً. همونجا بمونین. قسمت پایینی این اسلاید که تعریف کامل کننده قسمت بالاییست، همونجا باشین لطفاً. این الان توضیح وضعیت کنونی ماست. یعنی جدا شدن از محیط، جدا شدن از دیگران، جدا شدن از بدن. دیدین حتی بعضی وقتا بدن رو حس نمی کنیم؟ بعضی وقتا در مراقبه عمیق متوجه بدنمون هم نیستیم. یعنی بعضی وقتا اصلا دستمون رو حس نمی کنیم، بعضی وقتا اصلا پامون رو حس نمی کنیم، بعضی وقتا بدن رو حس نمی کنیم. اصلا انگار متوجه بدنی، انگار بدن نداریم. انگار کسی تا کنون چنین چیزی تجربه کرده؟ بله، عده‌ای از دوستان. و این که شما جدا شدین از اینکه ساعت چنده، این مکان کجاست، من الان کجا نشستم، بدنم در چه وضعیتی، تحصیلاتم، پولم، چقدر درآمد دارم، چقدر بدهی دارم، چه اهدافی دارم، چه تحصیلاتی دارم، چه موقعیت اجتماعی دارم، این هویت مجازی اصلا آفه، قطع نیست اصلا. اصلا ما توی باغ دیگه هستیم، از اون کاملا جدا هستیم. یعنی جدا شدن از محیط، از دیگران، از بدن، از اشیاء و اموال، هویت کنونی و زمان، جدا شدن از همه اینها.
در واقع از هویت کنونی خود که از طریق زندگی کردن، دقت کنین این تیکه آخر مهمه، در واقع از هویت کنونی خود که از طریق زندگی کردن به عنوان یک بدن در فضا و زمان شکل گرفته است جدا می شوید. تجربه‌ای که ما الان داریم یک بخشی از درون ما هست که اون بخش وابسته به هویت بیرونی ما یا بدن ما یا زمان یا مکان یا دیگران نیست، شکل نداره، بی شکل است، لاجرم بی زمان است. کاملا فرق داره با وضعیت عادی که ما به شکل یه بدن در فضا زمان زندگی میکنیم، خواسته هایی داریم، اهدافی داریم، برنامه هایی داریم، کلی برنامه عقب افتاده داریم، دنبال اونا داریم میدویم، تعهداتی داریم، مسائلی داریم. در اون سطح درونی شما فارق از هویت کنونیتون بودن رو تجربه میکنید. واضح هست؟ یه قدم بریم جلو،